سلام همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من میلادم از کانال یوتیوب رابین وب تو این سری از آموزش ها داریم در مورد رست ای پی آی صحبت میکنیم توی ویدیو اول صحبت کردیم که اصلا ای پی آی چیه رست ای پی چیه در مورد پروتکل اچ تی پی صحبت کردیم و اگر وارد کانال رابین وب بشید از توی پلی لیست و رست فریم ورک میتونید لیست ویدیوها رو ببینید این ویدیو ویدیو دوم از این سری از آموزش هاست و میخوایم بیایم یکی نرم افزاری رو نصب کنیم که به ما این امکان رو میده که بیایم API های خودمون رو تست اجرا و بررسی کنیم. اسم این نرم افزار پستمن هست. توی ویدیو آینده میایم پروژه خودمون رو توی جنگو استارت میزنیم و API های خودمون رو میسازیم. ولی قبلش میایم از API هایی که حالا بقیه برنامه نویس ساختن و به صورت پابلیک توی اینترنت قرار دادن استفاده میکنیم و یک سری تست رو انجام میدیم ابتدا میام وارد مرورگر میشم و پستمن رو پستمن دانلود رو سرچ میکنم از سایت پستمن کلیک میکنم و میتونیم نرم افزار پستمن رو دانلود کنیم خب اگر برم روی صفحه اصلی سایت اینجا کلیک کنم ببینید که این نرم افزار برای انواع سیستم عامل ها ساخته شده مثل لینوکس، مک و ویندوز من چون از ویندوز دارم استفاده می کنم اینجا روی ویندوز کلیک می شما از هر سیستم عاملی که دارین استفاده می میتونید نرم افزار رو دانلود و نصب کنید روی ویندوز کلیک می به این صورت نصبش خیلی راحته با زدن روی دکمه میتونید نرم افزار رو دانلود کنید و بعدا نصب کنید خب من نرم افزار رو قبلا نصب کردم روی سیستم هم. به این صورت یک همچین محیطی رو به ما میده که بتونیم API های خودمون رو تست کنیم همونجوری که گفتم چون که فعلا برای پروژه خودمون API پی آی رو نساختیم من میم وارد مرورگر میشم و اینجا سرچ میکنم فری پابلیک API پی without authentication به این صورت همونجور که توی ویدیوی اول گفتم یک سری API هایی به صورت پابلیک توسط برنامه نویسان ساخته شده و میتونیم اونا رو استفاده کنیم و تست کنیم خب من میام تو این سایت mixedanalytics.com تو این سایت لیست یک سری API پی رو میبینیم به این صورت اینجا اسم API ای ها و تو توضیحاتشون هم که در مورد API ها توضیح داد که این ای پی برای چیه و اینجا هم آدرس سیوری که باید ای پی آی رو در واقع فراخونی کنیم خب انواع ای پی آی ها داریم اینجا مثلا قیمت بیت کوین رو به ما برمیگردونه ارزم به حضورتون مثلا رندوم داگ ایمیجز یک سری عکس سگ رو به صورت رندوم برای ما برمیگردونه خب من اینجا یک ای پی آی دیدم گفتم اون رو با دیگه بررسی کنیم و میمد یو ها رو کوتاه‌تر میکرد اسمش از شورت کد خب من این رو آدرسش رو کپی میکنم به این صورت و میرم توی نرم افزار پستمن اینجا یک تب جدید باز میکنم توی ویدیو اول در مورد API ها توضیح دادیم که API ها به چه صورت با استفاده از پروتکل HTTP دارن کار میکنن توی زمانی که ما میخوایم یک ریکوستی رو به سمت سرور بفرستیم یک چیزی داره به اسم متد که اون متدش رو باید ست کنیم که انواع متد ها رو داریم مثلا get پست پوت پچ دیلیت و غیره اینجا باید متد در واقع اون ریکوست رو مشخص کنیم بگیم که من میخوام از این آدرس این آدرسی که اینجا قرار میدم میخوام یک سری اطلاعات رو برگردونم باید متدش uh, رو بذارم گیت اگر میخوام یک سری اطلاعات رو بفرستم به سمت سرور متدش رو میذارم پست حالا میخوام یک سری اطلاعات رو دریافت کنم اینجا وقتی ای پی آی رو میزنیم بذاریم برگردیم اینجا اگر کلیک کنم اینجا هر ای پی آی یک سری داکیومنتیشن داره که توضیح داده که چجوری بتونیم از این ای پی آی استفاده کنیم ببینید که اینجا میگه این ای از متد گیت و پست پشتیبانی میکنه خب نیازی به ثبت نام نیست و در واقع یک سری ارور کود ها رو برای ما توضیح داده که اگر در حین اینکه داریم این API ای آی رو تست میکنیم به هر اروری برخوردیم ببینیم و ببینیم که در واقع اون ارور مربوط بوده به چه مشکلی خب بعد توی قسمت URL که مساوی قرار داده شده با یک چیزی بیام اینجا اسم اون URL رو قرار بدیم خب من میام اینجا این یو ال رو میخوام کپی کنم به این صورت و برم توی پست اینجا توی ولیو این یو رو قرار بدم کپی نشد برمیگردم اینجا از دوباره این رو کپی میکنم و اینجا توی ولیو این رو پیست میکنم به این صورت خب این ولیوی که اینجا قرار دادیم میبینید که اینجا توی آدرس اون API بعد از URL مساوی قرار گرفته شده به این صورت خب متدش رو هم گذاشتیم پست اینجا سند رو که بزنیم ریکوست میره به سمت سرور و یک ریسپانسی رو برای ما سرور برمیگردونه که استیتسش است اوکی یعنی اوکیش برابر است با ترو به این صورت خب اینجا یک سری اطلاعاتی که از سمت سرور اومده اینجا میبینید خروجی که داریم میبینیم به صورت فایل جیسون هست اگر نیاز داریم اینجا میتونیم به صورت XML خروجی رو ببینیم اینجا میتونیم HTMLش رو ببینیم و به صورت تکست به این صورت و خب از جیسون استفاده میکنم چون خیلی خواناتر هست و حالا بسته به نیازمون میتونیم خروجی ها رو تغییر بدیم خب آدرسی که بهش دادیم برای ما کوتاه کرد اینجا نوشته فول شورت لینک دو یعنی اگر این رو کپی کنم و توی مرورگر بازش کنم به این صورت یک صفحه جدید این رو قرار میدم باز میکنم دقیقا همون صفحه که مد نظرمون هست برامون باز میشه پس این API کارش اینه میایم یک آدرسی رو قرار میدیم توی URL و یکی ریکوستی رو با متد پست میفرسته برای سرور که اون سرور ممکنه با پایتون نوشته شده باشه ممکنه با سی شاپ نوشته شده باشه ممکنه با جاوا نوشته شده باشه و بعد از اینکه بررسی کرد اون ریکوست رو یک جوابی رو برای ما برمیگردونه یک ریسپانسی رو برمیگردونه که حاوی یک سری اطلاعاته و اون آدرس رو کوتاه کرده و برای ما برگردونده خب انواع دیگه یه API داریم ببینید که هر API کارش مشخصه و پیشنهاد من که بیایید یک سری API ها رو تست کنید تا با نرم افزار پست ما بیشتر آشنا شید خب مثلا اینجا مثلا یک API ای بود اکسس ساگ برمیگردوند به صورت رندوم اینجا می‌بینید اگر آدرس رو من کپی کنم و اینجا کلیک کنم روی داکیومنتیشنش توضیح داده که می‌بینید که هر بار این در واقع API رو کال می‌کنیم به صورت ریسپانس یک فایل جیسون برای ما برگردونده میشه اگر من این رو کپی کنم و توی نرم افزار پست اینجا قرار بدم یک تب جدید باز میکنم به این صورت متدش هم از گیت اگر سند رو بزنم میبینید که یک عکسی برای ما برگردونده اگر عکس رو باز کنم میبینید که یک عکس سگیه و هر بار که من این ریکوست رو میفرستم این API رو کال میکنم ببینید یک عکس جدید رو برای ما برمیگردونه به این صورت و اینجا هم توی داکیومنتیشنش که خیلی کوتاه هست میتونید در مورد اون API بخونید خب قبل از اینکه ویدیوی بعدی رو ببینید پیشنهاد من به شما اینه که یک سری ای, پی آی ها رو کال کنید توی نرم افزار پستمن یک سری درخواست ها رو بفرستید و یک سری ای, پی آی ها رو تست رو بررسی کنید توی ویدیوی بعدی میخوایم با استفاده از جنگو بیایم یک تو دو اپلیکیشن رو بسازیم یک اپلیکیشن ساده است بعد از اینکه این اپلیکیشن رو ساختیم میایم و API های خودمون رو مینویسیم و تستشون میکنیم این نرم افزار به این صورت کار میکنه که یک نرم افزار ساده ایه. اینجا میتونیم تایترش رو مشخص کنیم مثلا یک چیزی که قبلا مثلا پایتون پایتون کورس اینجا تاریخش رو میزنم میگم این وظیفه اصلا تو این تاریخ باید انجام بشه اینجا هم کتگوریش رو مشخص میکنم مربوط میشه به لرنینگ این زیت رو که بزنم به این لیست اضافه میشه پایتون کورس و بعد میتونیم بیریم وارد هر تسک بشیم به این صورت تسک رو ببینیم چه تاریخی قرار بوده اعمال بشه و اینجا میتونیم تسک رو پاک کنیم اگر برگردیم اینجا اون تسک دیگه پاک شده به این صورت مثلا این رو اگر اینجا میتونیم پاک کنیم این یک نرم افزار خیلی ساده است و هدفمون اینه که بیایم API های خودمون رو بسازیم با استفاده از فریم ورک جنگ این بود از این ویدیو اگر سوال نظر پیشنهاد داشتید لطفا توی کامنت برامون به بذارید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید اگر هنوز عضو کانال نشدید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و همین دیگه توی ویدیو بعدی میبینمتون